ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم با سلام و درود به تک تک شما عزیزای دل. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین، هر جایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین. آرزو دارم تو همیشه خنده هایتان از اعماق قلب و وجودتان باشه و اگرم گریه میکنین از سر شوق باشه. در برنامه هفت گنج امشب من فاطمه رسا با شما عزیزان هستم و امیدوار هستم که شما عزیزان همچنان ما را بیننده باشین تا دقایق اخیر برنامه. امیدوار هستم که بتونین از صحبت ها و از برنامه ها و از آن چیزی که در این برنامه نهفته است امروز هم بتونین که استفاده بکنین. با افتخار کسایی که تشویق کننده هستن، اگر هستین خودتون رو بلند تشویق بکنین. 0782-20-25-00 پر ارتباطی است که شما را با این برنامه وصل می سازه. 488 کله 4 1 رفع شعار بتین. پر ارتباطی دیگری هست که شما را به زودترین فرصت می تواند در این برنامه برساند. بلندتر تشویق بکنین اشتراک کننده را. بیننده برنامه هفت گنج هستین و امشب با دو اشتراک کننده ویژه هستیم، کسایی که در راستای مدنیت کارکردهای خیلی عالی داشتن. حتما با چهرهشان، کارهایشان آشنایی و بلدیت دارین. ای که کی هست خودشان خود را معرفی میکنن. شبتان بخیر، خوش آمدید. سلام عرض میکنم، کنشکا نصیری هستم، رئیس ائتلاف مدنی. از سطح تحصیل، تعلیم، از کار و بار ما صحبت بکنین، کمی معلومات بدین در رابطه با خودتان. من ماستر هستم در رشته اقتصاد و در ضمن فعالیت میکنم در جامعه مدنی، همچنان رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی هستم. در کل تلاش های ما برای جامعه و جامعه مدنی است. تشویقشان بکنید. خیلی عالی، خیلی خوشحال شدیم از اینکه شما را داشتیم، داریم در برنامه و شما هم شبتان بخیر و خوش آمدید. سلامت زنده باشین. سلام خدمت تمام بیننده‌های عزیز. عبدالمنیر کریمی هستم، فعال مدنی، عضو ائتلاف مدنی. بسیار خوب. از سطح تحصیلتان بر ما بگوید. فارغ تحصیل پانتون تعلیم تربیه استاد ربانی هست. فارغ شدین؟ فارغ. بسیار خوب، تشویق بکنین. چه نسبتی با یکدیگرتان دارین؟ همکارا هستیم. همکار در ائتلاف مدنی. در همین ائتلاف هم آشنا شدید؟ هر دو فعال مدنی هستیم. دوست هم هستین؟ دوست هستیم. بدون شک که خب فعال مدنی و اینا هم دوست هستن. نه، دوست نیستن. برخلاف یک دیگر کار میکنن یا تلاش میکنن برنامه‌ای بهتر از یک دیگر داشته باشن. شما چطور دوست شدین آخر؟ من بازم تکرار میکنم، فعالین مدنی با هم دوست هستن، اونایی که دوست نیستن جز فعالین مدنی نیستن. نیستن. خیلی خوب، امیدوار هستم که این دوستیتان همیشه پایدار باشه، سالهای طولانی را بتانین در این عرصه کار بکنین و فعالیت داشته باشین. درست است؟ با برنامه هفت گنج آشنایی دارین؟ تقریبا برنامه را تعقیب میکنیم و برنامه خیلی خوب. هفت سوال داریم از مضامین مختلف هست. سوالات سخت هست، سوالات آسان هست که در برگیرنده این هفت سوال هست. 30 میله داریم که 12 میله خالی است که با رنگ سبز نشان داده میشه و 18 میله با پول هست که با رنگ سرخ نشان داده میشه و بزرگترین پول هم 1 میلیون افغانی هست. با افتخار 1 میلیون افغانی. 1 میلیون افغانی تنها نیست، از 1 افغانی الی 1 میلیون افغانی تقسیمات شده که شما نظر به استعداد، توانایی، آنچه زحماتی که در دوره تعلیمی و تحصیلیتان کشیدین میتونید که این مقدار پول را از آن خودتان بسازید. با آمدن ما اینقدر تشویق نشدیم که با نام گرفتن 1 میلیون افغانی دوستا تشویق کردن. در این زمانه پول همه چیز هست و دوستا گله کردن آقای کنشکا، پس بلند تشویقشان بکنین تا اینا هم انرژی بگیرن. آماده هستین؟ آماده. چندم نمره فارغ شدین؟ راستش هم بگوییم. در مکتب. در مکتب بسیار شوخ بودم. خب. در مکتب بسیار شوخ بودم. در صنف 12 که فارغ شدیم، طور فارغ شدیم که همین استادا میخواستن که بالاخره من از مکتب برم. خب نگفتیم از طرف آخر اول. حالا هیچ نمره نداشتیم ما دیگه. ما یک تیم بودیم که جمع از اونایی نمی آمدیم که چندم باشیم، ولی استادام در تلاش بودن که بالاخره همین استادام که همین خکده که شما را از مکتب کشیده. خیلی دیگه کار بزرگی شد. حالا هر میبینیم دستایشون رو میبوسیم. خب سوال میبینیم. باکتری ها، ویروس ها و گاز های محرک باعث کدام مرض زائل میشود؟ الف ایدز، ب سینه و بغل، جیم سل و دال تیتانوس. سوال خیلی آسان.
معلومات دارین و یا خیر این مشوره بسیار کوتاه داشته باشین. 1 میلیون افغانی هست که شما را کمک میکنه، از 1 میلیون افغانی میگذرین و ما هم از سوال میگذریم. اگر شک داشته باشین میتونین که از میل ها استفاده بکنین تا دو گزینه اشتباه دور شوه و از بین دو گزینه باقی مانده بتونین که گزینه درست را انتخاب بکنین. شما این سوال آسان گفتین؟ آسان هست، بسیار آسان هست. معلومات دارین؟ ببینیم. خب برید سراغ میله ها، از میله ها کار بگیرید. شما شک دارین یا مطمئن هستید؟ مطمئن؟ به مطمئن. خب چون حذف نشین، سوال اول برنامه هست. سراغ میله ها میرین؟ من میرم. برید سراغ میله ها. آقای کنشکا میره سراغ میله ها. امیدوار هستم که بتونید در انتخاب اولتون میله خالی را پیدا بکنین. میله شماره چند؟ 7. میله شماره 7. چطور 7 را انتخاب کردین؟ عدد هفت من خیلی دوست دارم و خب 7 اگر دوست دارین بگذارین، شاید 1 میلیون افغانی در خود داشته باشه. باز هم انتخاب به دست خودتان هست. 7 را قفل میکنین؟ پس اونطوری که هست میذاریم مثلا. خب شماره چند؟ 6. شماره 6 را انتخاب کردن. شماره 6 در قسمت هست، اون 9 هست. شماره 6 در اینجا است. از همکار ما هم میخوایم که پاکت خط را فراموش ما نشه بیارن برای ما و میبینیم که میله شماره 6 چگونه هست. شانس خوب. ۱۲۵۰۰۰ افغانی را در انتخاب اولتان حذف ساختین. کمی دقت داشته باشین. تشکر. انتخاب بعدیتان میتونید مشوره بکنین با دوستتان در انتخاب میله ها. میله شماره چند؟ من میتونم از آقای کریمی دعوت بکنم. خب آقای کریمی میله شماره چند؟ نه از همینجا انتخاب بکنیم. از همینجا انتخاب بکنیم. 15. میله شماره 15 ده او قسمت هست. ده او قسمت سیوم. آقای کنشکا برین سراغ میله شماره 15. چانس خوب برتان میخوایم میبینیم. مطمئن هستین آقای کریمی؟ شما که شریعت خوندین باید خیلی میبینیم. ۲۵۰۰۰ افغانی هم حذف شد. تلاش بکنید تا میله های خالی و یا میله هایی که پولای کم را داشته باشه را انتخاب بکنید. انتخاب بعدی تا میله شماره چند؟ انتخاب بعدی میشه که آقای نصیری شماره های جفت انتخاب بکنید. آقای کریمی دیگه پول زیادی را از دست داد. من 7 انتخاب میکنم. 7 را انتخاب کردن. امیدوار هستم که 1 میلیون افغانی باشم. خیلی امید خوب نبود. اینا یک چند صفرش کم شد دیگه. 100 افغانی را از دست دادین. پول کمی هست. تلاش بکنین تا پولهای بعدی را پیدا بکنین و پولهای کم را حذف بسازین. انتخاب بعدی میله شماره چند؟ 20. 20 را انتخاب کردن. میله شماره 20 روبروتان هست. مطمئن هستین؟ امیدوار هستین. امیدوار هستن. امیدوار هستم که خالی باشه. آفرین. میلیونی یکی از این گزینه‌ها رو برعکس بسازیم. خب جیم اشتباه هست. الف ب و دال باقی مانده. جیم از بین گزینه‌ها حذف میشه. انتخاب بعدی تان میله شماره چند؟ اگر میخواین انتخاب بکنین گزینه را همیالان فرصت دارین تا از گزینه را انتخاب بکنین و قفل شوه. اما اگر 100% مطمئن نیستین میتونین دوباره از میله ها استفاده بکنین. میشه میله ها رو انتخاب کنیم آقای نصیری. خب آقای نصیری شماره 1. میله شماره 1 را میبینیم. بسیار یک میله خطرناک است. 10 افغانی. خوب هست. 1 افغانی را هم دور بسازین و حداقل 250 افغانی و 500 هم دور بسازین. خوب میشه. خب انتخاب بعدی. شماره 11. میله شماره 11 را میبینیم. شانس خوب برتان میخوایم. امیدوار هستم که این میله همچنان خالی باشه. نجاتان شما آقای کریم انتخاب بکنیم دوباره یکی از این گزینه‌ها را برعکس بسازیم. دال اشتباه هست. جیم و دال اشتباه هست. من گزینه الف و گزینه ب. یکی از این گزینه‌ها را انتخاب بکنید. دقت بیشتر داشته باشین. در سوال اول برنامه حذف نشین. 1 میلیون افغانی هم هست. اگر باز هم نمیدارین از سوال میتونین از 1 میلیون افغانی استفاده بکنین. شماره الف هم میخواین انتخاب بکنید. باکتری ها و ویروس ها. خب ب. کدام؟ شماره الف. الف یا ب؟ ب. حذف نشین. تصمیم داشته باشین. ب.
ببینید بزرگوار به قفل شوه اجازه بدین. خب یک میلیون افغانی هست استفاده بکنین. اگر دوستتان میگن ب یا شما میگین الف، باز هم نظریاتون رو یک جای بسازین تا حذف نشین. ببینید من امیر مطالعه دارم، خب چون گازاتم خب نظر به کدوم معلوماتتان میفهمین که من یک جای فکر کنم خوانده بودم. چی خوانده بودین؟ اما متن شما خوانین برام. نه خیلی اگر جدی تر یادم می بود میشد که او را بگویم، ولی حدس میزنم الف باید باشه. خب شما نظر به کدوم معلوماتتان؟ از حدس اینا کرده معلوماتی که بعضی جای مطالعه کردیم. چند فیصد شما مطمئن هستید؟ ما بیشتر از 85 فیصد. شما چند فیصد؟ مطمئن هستم که 85 فیصد. خب اینا دوباره نشد دیگه. خب کدامش؟ الف یا ب؟ ب قفل شوه؟ بزنین الف قفل شوه. ب قفل میشه. ب قفل شوه. خوب ب قفل میشه. خب اگر الف را قفل میکردیم شما حذف میشدین؟ ما چون قبلا مطالعه نسبی داشتم. مطالعه نسبی داشتید. بیننده باشین، ما را حالا میریم سراغ سوال بعدی برنامه. سوال دوم، کدام یک از حس های زیل در مار وجود ندارد؟ الف حس ذایقه، ب حس باصره، جیم حس باصره و ذایقه دال، هیچ کدام؟ اول حس ذایقه؟ بله. حس ذایقه، ب حس باصره، جیم حس باصره و ذایقه و دال هم هیچ کدام. سوالی که خیلی آسان هست. آسان. گروپ سوالات خیلی آسان براتون آمده. امیدوار هستم که این سوالا بتونین پاسخ بگوین. یک میلیون افغانی سنگین در بالا نشسته منتظر هست تا استفاده بکنین. میله ها هم هست تا بتونه شما رو حذف بکنه. خب از میله ها استفاده میکنین؟ سر کدام گزینه شک دارین؟ باصره. سر کدام گزینه شک دارین؟ اصلا ندارم. ذایقه ندارم، باصره هیچ کدام. هیچ کدام ندارن. خب نمیخواین از میله ها استفاده بکنین، برین سراغ میله ها. آقای کریمی میرن و میله شماره چند را انتخاب میکنین؟ فکر کنم میله شماره 21. میله شماره 21 را میبینین. شانس خوب انتخاب بکنین. افغانی هم حذف ساختین. متوجه باشین که یک میلیون افغانی گزینه کمکی را در بین میله ها از دست ندین. اگر از سوال اصلا نمیدونستین، فرصت خوبی است تا از یک میلیون افغانی تان استفاده بکنین، چون ممکن است از میله هایی که انتخاب بکنین یک میلیون افغانی در خود داشته باشد. درست است؟ خب انتخاب بعدی تان میله شماره چند؟ آقای نصیری میشه انتخاب کنم. شماره 8. آقای نصیری خوش چانس هستین؟ خیلی زیاد. خیلی خب در این برنامه معلوم میشه. میله شماره 8 را میبینیم که یک میلیون افغانی هست یا خیر. یکی از این گزینه ها را برعکس بسازی. جیم اشتباه هست. الف، ب و دال مانده. حس ذایقه، حس باصره و یا هیچ کدام. انتخاب بعدی تا میله شماره چند؟ سر کدام گزینه شک داری؟ که باشه. الف. الف. خب و انتخاب بکنید. شماره 12 صحیح است آقای نصیری؟ مشوره دارم. میله شماره 12 هم را میبینیم. تا 1000 افغانی هم حذف شده از برنامه. دقت بیشتر داشته باشین، باز هم مشوره بکنین. میتونین مشوره بکنین. حالا اگر آقای نصیری چانس خوب دارن، میتونن که اینا در انتخاب میله ها سهم بیشتر داشته باشن. آقای کریمی خودتان در چانس چگونه هستین؟ خوب است، بد نیست. خوب است، بد نیست. معلوم میشه. معلوم میشه. همین که از طرف بالا پایین میان مثلا با چانس. انتخاب بعدی؟ سه. میله شماره سه. البته نظر من سه است. شما هم میتونید نظر من خیلی ده است. بفرمایید. اینا دیگه نظر شما هیچ. چون درصدی فشار از خودت بالا بود. بیا نجات شما یکی از این گزینه‌ها رو برعکس بسازیم. ب شباه است. الف و دال الف مانده. الف. الف. مطمئن؟ نه یک لوده. خب وقت نام نشتونم نش الف میمانه دیگه هیچ آخرش چه صبر صبر صبر. شما یک ذره زود تصمیم میگیرین. صبر. خب ب اشتباه شد. جیم هم اشتباه شد. الف و دال باقی مانده.
زرقه نداری چی میفهمه که انسان خب نظر به کدوم معلومات شما میگین الف درست است؟ اجازه بتین که من اگر فکر کنم در این راست میگم خب اگر. حس ذایقه آیا مار میتونه طعم را درک بکنه که چه طعمی داره شیرین است تلخ است ترش است شما دال میگین دال درست خب باز هم من فکر میکنم باید یک میلیون افغانی از شما رو کمک میکنه تا از این سوال بگذرین شما از یک میلیون افغانی میگذرین ما هم از سوال میگذرین نمیخوایم حس شاین از برنامه باز هم دقت بیشتر داشته باشین کدام گزینه رو میخواین انتخاب بکنین الف و یا دال تصمیم به دست شما هست 5 ثانیه دیگه هم براتون فرصت میدم 5 4 3 2 1 دال الف دال ولی من میگم من الف هست الف کس ای سوال میمونه به انتخاب شما الف یا دال الف یک میلیون افغانی رو میتونین استفاده بکنین تصمیم به دست شما هست دال دال خب کدام یکی؟ باز هم فرصت میتونم الف یا دال شما پیشتر ما با خودت موافق شدیم بیانیم بار با یک میلیون افغانی رو میتونین استفاده بکنین الف؟ الف مطمئن؟ الف خب 100% مطمئن هستین؟ 95% خب یک میلیون افغانی نمیخواین استفاده بکنین چطور نظرتون زود تصمیمتون تغییر کرد؟ چون نظر به کدام معلومات آقای نصیری میگن چون زیاد فعلا حدس میزنم من درباره ماری چیزی نمیفهمم یک میلیون افغانی نمیخواین استفاده بکنین اصرار نکنم دیگه ولی با چانس خود میخوایم پیش برم با چانستان خب در میله ها نشون دادیم که کمی چانستان خوب هست آقای کریمی هم و آقای نصیری هم چنان خب باز هم تکرار میکنیم یک میلیون افغانی رو برنامه بتین ما از سوال میگذریم اگر حذف شدیم تصمیم به دست خودتان است با الف میریم قفل شوم قفل میشم اگر در دو سوال هست که من گفته یکون تمت خدایی بیش میرین سوال سوم سوال در زمان سلطنت بار دوم شاه محمود حکمران هرات کدام شخص ذیل بود؟ الف فتح خان ب شاه شجاع جیم فیروز الدین و دال عطا محمد خان سوال که مربوط به مضمون تاریخ میشه معلومات دارین و یا خیر یک میلیون افغانی گزینه است که شما را کمک میکنم و میله هم شما را کمک میکنم خب سر کدام گزینه شک دارین؟ خب یک ما سر جیم مطمئن؟ مطمئن حذف نشین دقت داشته باشین تصمیم به دست خودتان هست اگر میخواین میتونین از میله ها استفاده بکنین تا یکی گزینه دو گزینه اشتباه را دور بسازین حالا که از بین چهار گزینه همیشه جدی و خیلی زود تصمیم گرفتین خب کدامتون میرین سراغ میله ها آقای نصیری میشه بفرمایید آقای نصیری میرین سراغ میله ها میله شماره چند را انتخاب میکنین پیش میله ها برسون خب شماره چند شش خوب است آقای کریمی نه هست نه هست همین نه هست نو خوب است؟ درست است خوب است الان میگه براتان خب میشه سیر انتخاب کنیم انتخاب میکنی؟ سیر انتخاب بکنم سیر انتخاب کنیم میبینیم میله شماره سیره چون قبلا خودتان انتخاب کردین اونا انتخاب نکردن حالا خودتان انتخاب بکنین میله شماره سه سه کمان یک افغانی رو هم دور بسازین خوب میشه خب انتخاب بعدیتون میله شماره چند؟ شماره چند آقای کریمی؟ شماره چند؟ 18 میله شماره 18 میبینیم میله شماره 18 را ۲۰۰,۰۰۰ افغانی هم حذف شد یه تا چانس دارین خوب از چانستان در حذف خوب خوب پیسه ها را حذف میسازین خب انتخاب بعدیتون میله شماره چند؟ 26 بفرمایید یا برم مثلا 2 27 2 خب کدام یکی؟ بفرمایید 2 26 27 و یا 2 2 برید سراغ میله شماره دوم انتخاب با دست شما هست هر میله ای رو که انتخاب میکنین برید سراغ میله و انتخاب بکنین یک وقفه باشه یا 2 بگیریم 24 چقدر دل نادل هستین شما 24 خیلی خوب که اینا رو برسید الف اشتباه هست خب ب جیم و دال باقی مانده انتخاب بعدیتان میله شماره چند
شما سر گزینه جیم شک دارین، حالا یک میله دیگه هم انتخاب بکنین یا تلاش بکنین یک میله خالی دیگه هم انتخاب بکنین تا اینکه بهتر و راحت تر بتونین تصمیم بگیرین. اگر بخواین جواب بگین مشکل نیست، میتونین که جواب میشه جیم از میله انتخاب بکنین. جیم بازم تکرار میکنم، گزینه کمکی 1,000,000 افغانی هست. اگر شما استفاده نکنین میشه که در این سوالتان شما نکات و یا همان نکته هایی را در نظر نداشته باشین و حذف شوین از برنامه. تصمیم به دست شما هست، جواب انتخاب میله و یا گزینه کمکی. جیم. مطمئن هستین؟ با مشوره کردن اومد. خب یک مشوره بکنین، نظر به معلوماتی که دارین، مفکراتون یک جای بسازین. به نظر این فیرستی نیست بخاطر که حتی زیاد هم رای شاید که حذف بسازه، چون همیشه عجولانه تصمیم گرفتین. شاید که این سوال هم تصمیمتان جدی باشه اما اشتباه باشه. فیرستی نام هم رو زیاد شندی به مخاطر. خب من فکر میکنم با جیم بریم. درست از جیم؟ جیم. اگر حذف شدین چی از گزینه کمکی تو استفاده نمی‌کنین؟ من بار بار تکرار می‌کنم گزینه کمکی شما را کمک می‌کنه. شاید که در این سوال حذف شوین. اون زمان است که نه یک افغانی نه یک میلیون افغانی بدنتون می‌خوره. تصمیم به دست شما است چی می‌کنین؟ جیم. ایت موافق نیست. جیم. از میلان انتخاب می‌کنین؟ خوب شد. چرا اینقدر برخلاف یکدیگر هستین؟ فعالین مدنی همیشه یک جای هستن. با هم یک جای حرکت میکنن، خو اینجا خو نشون میدین، یکتون یک گزینه رو میگین، یکتون یک گزینه رو میگین. کدام گزینه؟ جیم. کدام گزینه؟ جیم. قفل شوه؟ قفل شوه. آقای کریمی قفل شوه؟ خب فیصدی اعتماد آقای نصیری بیشتر است. خب نمیخواین از یک میلیون افغانی استفاده بکنین؟ برای فعلا که نه. برای فعلا نه. خب گزینه بیر قفل میسازیم؟ جیم. جیم. خب قفل شما دیگه اصرار نکنم از یک میلیون افغانی استفاده نمیکنین، حذف میشین، حذف نشین، متوجه باشین. جیم 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 درست قفل میشه. اینا یک سوال تونستین که یک مرحله را پشت سر بگذارین و یک سوال دیگه یک سوال جواب دادین. این سوال سوم هست. آها خیلی خوب پیش میرین. خوب است، هرچند که گفتین زیاد بازیگوش و شوخ بودین اما یک کمی هم درس خواندین دیگه. من فکر میکنم نظر به فشارهایی که فامیلتان می آورده دیگه اصلا همقدر کم 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 در ذهنتان باقی مانده. سوال بعدی، سفر دوم احمد شاه بابا در کدام سال به وقوع پیوست؟ الف در سال 1747 میلادی، ب در سال 1749 میلادی، جیم در سال 1745 میلادی و دال در سال 1743 میلادی. سوالی که باز هم مربوط به مضمون تاریخ میشه. اگر نمیدانین اصلا گزینه کمکی 1,000,000 افغانی هست، از 1,000,000 افغانی در فرصت مناسب استفاده بکنین، چون اگر سراغ میله ها برین میشه که 1,000,000 افغانی رو در میله ها از دست بدین و از سوال هم اصلا معلومات ندارین و حذف میشین از برنامه. خب در فرصت مناسب استفاده. آقای کریمی همیشه تاریخ میخوانن و فکر کنم که کدام گزینه؟ ولی خوب است که یکم گزینه بر انتخاب کردیم اما یک کمک بخواید. خب من باز هم تکرار میکنم، میشه که شما برین از میله استفاده بکنین، میله ای را که انتخاب بکنین 1,000,000 افغانی را در خود داشته باشه و از گزینه کمکیتون هم استفاده بکنین و بدون استفاده کردن از موقع مناسب گزینه کمکیتون هم حذف میشه. دقت بیشتر داشته باشه. میله شماره چند؟ 29 را میبینیم. یکی از گزینه‌ها رو برعکس بسازن آقای نصیری. کدام یکی؟ الف اشتباه است، ب جیم و دال باقی مانده. کدام گزینه یا کدام میله انتخاب بعدیتان هست؟ 25. میله شماره 25. میله شماره 25 را پیدا بکنین. در قسمت هست میبینیم؟ 25. خب انتخاب میکنین؟ انتخاب میکنین. آقای کریمی وقتی میله را انتخاب میکنین طرف ای کم را ببینین، درست است؟ طرف ای کم را ببینین و میله را انتخاب بکنین. رسد و پینجا افغانی خوب است. خب انتخاب بعدی؟ انتخاب بعدی میله شماره چند؟ میله شماره 13 آقای نصیری. میله شماره 13 هم را انتخاب کردن، چانس خوب برشان میخوایم. میبینیم که میله در خود پول دارن و یا خالی هست. 175 هزار افغانی هم حذف شده از برنامه. دقت بیشتر داشته باشین. باز هم تکرار میکنم،
جواب را هم همین لحظه اگر معلومات دارین داده میتونین، میتونین از میله های ادامه بتین و استفاده بکنین، میتونین از گزینه کمکی 1 میلیون افغانی هم استفاده بکنین. باز هم تکرار میکنم، نشه که در بین میله هایی که انتخاب میکنین 1 میلیون افغانی را از دست بدین از گزینه کمکیتان. خب کدام یکی؟ آقای کریمی خوب است با ب انتخاب بکنیم. مطمئن؟ حذف نشین از برنامه. تصمیم دست خودتان هست. جواب میله و یا 1 میلیون افغانی؟ ب. ب درست. خودت هم این نظر داری؟ قفل شوم؟ و ب من موافق هستم. خب شاید حذف شوین از برنامه، تصمیم دست خودتان هست. اما ما بار بار تکرار میکنم، همیشه وقت توصیه های من به نفع برنامه نمی باشه، بعضی اوقات به نفع شما هم میتونه باشه. کدام یکی؟ انتخاب میله، گزینه کمکی و یا قفل؟ بی درست است. مطمئن؟ بله. 100%؟ انشاءالله. باز هم استاد چمینم اونجا، شاید تصمیمتان تغییر بکنه. خب چی میکنی؟ بی درست است. و اگر میخوایی اگه امتحان دیگه هم بکن، چون خیلی مرحله اساس است. خوب است که ما دو جواب داشته باشیم. تصمیم دست شما هست. گزینه که انتخاب کردین قفل شوه و یا میرین باز هم سراغ میله ها یا از گزینه کمکی 1 میلیون افغانی استفاده میکنیم؟ ما در مرحله خیلی اساس قرار داریم. مرحله اساس اگر باشه میشه. خب زودتر تصمیم میگیرین کدام یکی؟ یک امتحان میخوایم بکنیم. میله شماره چند؟ 22. میله شماره 22 را انتخاب کردن. میبینیم و شما یک از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنید، تلاش بکنید نگذره که بتانین گزینه شما جیم شما هست. ماند بی و دال. شما بیاین آقای کریمی، در جایتان بیاین. بی. خب مطمئن؟ بی. 100%؟ بله. همیشه زود تصمیم گرفتین. بس هم میخواییم وقت بتان براتان فرصت داشته باشه. خب از بی؟ 13 گزینه کمکی 1 میلیون افغانی هست، میتونین از این گزینه استفاده بکنین. اگر 100% معلومات دارین میتونین میشه که قفل شه. به درست است. چند؟ ب. دال؟ ب. دال؟ ب. کدام یکی؟ ب. قفل میشه. خیلی خوب. سوال چندم بود؟ چهارم بود. چهارم یا پنجم؟ پنجم؟ باورتان میشه؟ خدایی تانستن 5 سوال جواب بگویی؟ چانس ما خوب است. چانستان خوب هست. رسیدیم به سوال پنجم. 4 سوال جواب گفتین و رسیدیم به مرحله پنجم. فقط 3 قدمی دیگر مونده تا برسیم به 1 میلیون افغانی. اگر چانستان خوب باشه و در میله ها یا از گزینه کمک استفاده نکنین، میتونین، چون چانستان تا حالا خیلی خوب پیش رفته. آماده هستین سوال بعدی رو ببینیم؟ سوال. سوال: بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در کدام سال تاجیکستان استقلال سیاسی خیش را اعلان نمود؟ الف در سال 1945 میلادی، ب در سال 1981 میلادی، جیم در سال 1991 میلادی و دال در سال 1990 میلادی. سوالی که باز هم مربوط به مضمون تاریخ میشه. سوال آسان هست، تمرکز داشته باشین. خب استقلال ها فرق میکنه. یک کمی فاصله بگیرید. خب گزینه کمکی 1 میلیون افغانی هست. اگر اصلا سوال نمیدونین، میتونین که از این گزینه استفاده بکنین. اگر شک دارین برید سراغ میله ها. 1991 بخاطر اینکه استقلال 2 نواز، یک سیاسی یکی اداری. باز هم تکرار میکنم، خیلی زود تصمیم میگیرین، یک کمی توجه داشته باشین در تصمیمتان. خب فهم سوال نصف جواب. خب سوال خودش برام نمیخواین از میله ها استفاده بکنین؟ استفاده میکنیم بازم. کدام گزینه رو شک دارین؟ گزینه جیم. جیم بخاطر از اینکه استقلال 2 نواز، یک استقلال سیاسی است یکی اداری. اما اداری خود قبلا گرفته بودن، سیاسیش بعدا اعلان شده که جیم. جیم شک داره. قفل شوه و یا استفاده میکنین از گزینه کمکی یا میله ها؟ جیم درست است، ما استفاده کنیم. جیم من تقریبا مطمئن هستم. همین اعتماد به سقفتان شما را حتم نسازم. باز هم تکرار میکنم، گزینه کمکی زمانی هست که استفاده بکنین اگر از سوال اصلا نمیدانین. جیم. از سوال بگذارین و از 1 میلیون بگذارین و ما هم از سوال میگذاریم. اگر شک دارین برین سراغ میله ها. اگر سراغ میله ها بریم شاید ما 1 میلیون از دست بدیم. جیم.
قفل شوم؟ این بار بدون کلام نمیخواین باز هم مشوره داشته باشین؟ من فرصت میتونم برسم. چون ما یک تغییر خودم استقلال پیدا کردیم، انشالله که درست است. 1991 جیم. خب شما چه نظر جیم؟ ما خود در کدام مضمونی را خواندیم؟ خب ما بعضی معلومات های افاقی است که انسان میتونه بعضی موضوعات نمیخواین از میله ها استفاده بکنین، چون میله های خالی را باید پیدا بکنین، میله که پولای کم مونده هنوز هم باقی مونده. حالا تصمیم و دست شما است. حالا دو سوال دیگه داریم، میشه که باز خیلی جدی جدی پیش بریم، ولی من 90% مطمئن هستم باید جیم باشه. 90% فیصدی خیلی بالا هست، درصدی خیلی بالا هست. آقای کریمی کدام یکی؟ من هم با آقای نصیر موافق هستم. جیم؟ جیم باید قفل شد. قفل میشم. خیلی خوب پیش رفتین. کسایی که تشویق کننده هستن فکر میکنم خواب هستن. خواب هستین؟ اگر خواب نیستین خب بلند تشویق بکنین. تشویق بکنین؟ خب میریم سراغ سوال ششم. رسیدن به مرحله ششم و سوال ششم کار آسانی نیست، فقط دو سوال دیگه باقی مانده. سوال رسیدیم به سوال ششم. در کدام سال میلادی رهبر مسیحیان یعنی پاپ تاج امپراتوری روم را بر سر شارلمان زمامدار فرانسه گذاشت؟ الف در سال 774 میلادی، ب در سال 780 میلادی، جیم در سال 800 میلادی و دال در سال 812 میلادی. کدام یکی؟ گزینه کمکی هنوز هم هست، میتونین که از گزینه کمکی 1 میلیون افغانی استفاده بکنین. اگر شک دارین به سراغ میله ها. 12 دمی دو گزینه ما هم یا 800 یا 800 بالا باشه. 800 چون از دخانه 700 نیست. خب تصمیم گزینه کمکی یا میله؟ من مشوره میتونم آقای کریمی بیاین این سوال حذف بکنین با 1 میلیون تا برسیم به سوال هفتم. و بریم به سوال هفتم. به نظر من درست نیست. خب شما سر کدام گزینه شک دارین؟ ما سر دو گزینه شک داریم. کدام یکی؟ 12 و 800. جیم یا دال؟ خب چون تصمیم به دست شما هست. گزینه کمکی یا میله و یا انتخاب میکنین؟ نمیخواین از میله ها استفاده بکنین؟ نخه. من میگم حداقل اگر یک شست شو باز مطمئن میشیم که یا دال است یا جیم. خب بریم سراغ میله. میله شماره چند؟ میله شماره چند؟ بیشتر کدام گفتی آقای کریمی؟ 23؟ 27 بریم. میله شماره 27 بریم سراغ میله. 26 هم داریم، 27 هم داریم، 4 هم داریم. میشه که تصمیم مطمئن؟ افر شبم میبینیم میله شماره 27 را. یک میلیون افغانی گزینه کمکیتان را از دست دادیم. من زیاد توصیه کردم و آقای نصیری هم زیاد اصرار داشتن تا از این سوال از گزینه کمکیتان استفاده بکنید. اما گزینه کمکیتان هم حذف شد. یک میلیون افغانی بزرگترین. ادامه بدیم یا انتخاب بکنیم؟ چیزی نمانده دیگه. خب ادامه میتین از میلا استفاده میکنین یا جواب؟ چون شک دارین از این دو گزینه کدام شو میخواین انتخاب بکنین؟ میشه گزینه جیم رو انتخاب کنیم. خب شاید حذف مثلا شما رو گزینه جیم. سوال خیلی سخت شده میره چون سوالای اخیر برنامه هست، سنم حساس هست. خوب پیش رفتین تا حالا. باز هم من انتخاب بکنم؟ میشه انتخاب کنم. میله شماره چند؟ 23. میله شماره 23 میبینیم. ۱۵۰,۰۰۰ افغانی هم حذف شد. خب انتخاب بعدی میشه ۲۲۵۰۰۰ این انتخابتان کدام یکی؟ جیم انتخاب کنیم. جیم شاید حذف شوین. من بار بار اصرار میکنم، من بار بار توصیه میکنم استفاده بکنین. خیلی فاصله کمی هست، باز هم تصمیم به دست شما هست. کدام یکی رو انتخاب میکنین؟ یا از میله استفاده میکنین یا هم جواب میگین چون گزینه کمکی رو از دست دادین. حالا تصمیم به دست شماست. میشه جیم انتخاب کنیم؟ جیم یا جیم یا دال. حالا شما جیم. اگر میگین جیم یا دال کدام یکی؟ جیم. همیشه عجولانه تصمیم گرفتین. ما نمیخوایم حذف شویم. عجولانه یا عجولانه؟ عجولانه. خیلی زود. نمودین جیم خوب است. خیلی عجله کردین در تصمیم. چون ما هم در یا جیم یا دال. جیم درست است چون
چند فیصد مطمئن هستین تو درست است؟ 80% مطمئن هستم. شما؟ 80% 80 160% فیصدی زیادی هست دیگه، 100% هم بالا زد. حالایی که چون دالم هست خیلی تفاوت کوچک در بینشان هست، تصمیم به دست شما هست. باز هم میگم فرصت میتون براتون 3 ثانیه. 3 2 1 جیم. 3 2 1 جیم. 3 2 1 جیم. قفل میشم. یک میلیفونی هم از دست دادین، در صورتی که شک هم داشتین و گزینه درست رو هم شک داشتین سرش. خب میله ها هنوز هم باقی مونده، جوابا خیلی نزدیک بود، سالهایش 12 سال به تفاوت. خب خب رسیدیم به مرحله هفتم و سوال هفتم آخرین سوال هست. امیدوار هستم که یک میلیون افغان، یک افغانی را با خودتان ببرین و خوشحال باشین از اینکه جایزه ای بردین از این برنامه ها. کمک بکنین اطفال را. دقیقا. چند تا صفر دیگه هم شما هم در کنارش بگذارین و کمک بکنین. دقیقا. میشه؟ دقیقا. خب سوال بعدی رو ببینیم. سوال آماده هستیم؟ آماده هستیم. میریم سراغ سوال. سوال مرحله حساس و سوال اخیر برنامه. میبینیم که آقای کنشکا نصیری و آقای منیر کریمی چی میکنن. آقای منیر کریمی میبینیم سوال را. میلارد فیلمور چندمین رئیس جمهور آمریکا است؟ الف 13مین، ب 14مین، جیم 15مین و دال 16مین. همین سوال که آمد یک رقم مردیتان عاجز شدین دیگه. چطور؟ هم الف ببخشید ما دست که الف الف و ب چی است؟ 14مین، ب الف 13مین، ب 14مین، جیم 15 و دال 16. میریم به طرف میله ها. بری سراغ میله ها. درست است. خب میریم بعد از تصمیم میگیریم یک چند میله خالی برای سر کدام گزینه شک داریم؟ الف ب. الف یا باید ب باید یا 14م است یا 13م. خب کدام یکی؟ یا 14م یا 13م. خب چی میکنین؟ تصمیم به دست شما هست، از میله ها میتونید استفاده بکنید. خب میریم یک چند میله مش خالی برای بفرمایید. بفرمایید برین آقای کریمی میله شماره چند؟ اول شماره 5. چهارم پنجم. خب میله شماره چند؟ 5. میبینیم سی هزار افغانی حذف شد. خب انتخاب بعدیتان؟ شماره 2. میله شماره دوم. شماره 2 خطرناک است رئیس جان. چطور خطرناک است؟ از هم قوارش معلوم میشه؟ ارقام خودش کم است اما شاید پول زیاد داشته. خب شماره 2 یا 4؟ 4 را میبینیم. دو میله شماره دوم میبینیم میله را. حالا تلاش بکنین از این میله ها یکی رو انتخاب بکنین که یکی از این دو گزینه‌ای که حدس میزنین حذف شوه. خب کدام یکی؟ اول دوم سیوم. کدام؟ دوم دوم. ب الف. نمیخواین از میله ها استفاده بکنین؟ نه دیگه ارقام از بین میره. الف انتخاب کنیم چون خب متوجه باشین که حذف نشین. حالا شما شک داشتین میشه که شکتون شما را حذف بساده، چون همیشه گفتم که خیلی زود تصمیم میگیرین. حالا دست تصمیم باسم به دست شما هست. خب ما بین دو گزینه شک داشتیم. شک داشتیم الف و ب. وقتی که ب حذف نشین تصمیم به دست خودتان هست. الف انتخاب چی میکنین؟ الف باید میخوای ادامه بدی یک میله دیگر هم انتخاب بکنی؟ حال خواهر خام رفته میشه. خب چی میکنین؟ یک میله را انتخاب بکنی. میله شماره چند؟ 26. 26 نداریم. 26 26 میله شماره 26 را انتخاب بکنین. میبینیم ده هزار افغانی هم از برنامه حذف شد. خب امیلم شماره چند؟ میشه که با الف بریم؟ الف
انتخاب شو؟ الف انتخاب میکنیم. الف انتخاب میکنین؟ بله. خب انتخاب بعدیتون میله انتخاب میکنین یا گزینه انتخاب میکنین؟ تصمیم به دست خودتون است. مرحله حساس رسیدن به سوال هفتم کار آسانی نیست. چی الف. میکنین؟ الف. میله الف نداریم. گزینه الف. خب قفل شوه؟ بله. بیاین در جایتان. گزینه الف قفل میشه. ای که درست هست و یا خیر با هم میبینیم. میبینیم درست هست و یا خیر. خیلی خوب پیش رفتین، باورم نمیشه. خب حالا باور کنید. یکی از این میلایی که باقی مانده انتخاب بکنید. فقط اگر دل نادل نمی بودیم احتمال داره خیلی خوب پیش میرفتیم. خیلی خوب پیش میرفتیم. دقیقا استعداد دارین. من شوخی میکنم همراهیتون، امیدوار هستم براتون بر نخورن. یکی از این میله ها رو انتخاب بکنین. بله ما هم شک ندارم. من انتخاب بکنم؟ نه اصلا اینجا انتخاب بکنم. میله یعنی هر میله که باشه همین میله از شما میشه. اگر خالی باشه، اگر در خود پول داشته باشه. اگر خالی باشه رسیم به مرحله آخر برنامه. بله. یک میله را باید انتخاب بکنین. هر دویتان مشوره باید بکنین. هر دویتان برین اونجا یک چکرام بزنین. یک میله را انتخاب بکنین که اگر میله همین میله اگه خالی باشم از شما هست، اگر این مقدار پولم داشته باشم از شما هست. بین 16 و 30. نو. چند؟ بین 16 و 30 بخاطر اینکه خب 14 16 9 17 28 19 و 30 مونده. از این میله ها یکی را انتخاب بکنین. یک کمی زودتر نو. تصمیم بگیرین. شماره 9. 30. 30 یا 9؟ شماره 9. باز هم برخلاف. باز هم برخلاف. خب شماره 9 یا 30. میله شماره چند؟ 30. 9 یا 30؟ میرم با دوستم که اولین جوابم همین داده بود، آقای کریمی، و آخرین جوابم سیمه. چقدر از خود گذر هستین شما، چقدر دوست هستین شما. پولای ما نیستن، اینا پولای اطفال هستن. اگر آمد بابا میره، اگر نیامدم نمیره. دقیقا. خب میله شماره 30 طلایی میشه و از آقای نصیری و آقای کریمی هست، اگر با پول هست یا اگر خالی هست. بقیه میله ها پایین میشه و امیدوار هستم که این میله در خود پولی را داشته باشد تا اقدامی را که اینها دارن کمک کردن به اطفال خیابانی بتونه که یک کمکی بکنن برشان. میبینیم از پولها کدام پول باقی میمانم و کدام پول دور میشم. میبینیم 5000 نیست، ماند 20000 افغانی، یک افغانی و شاید هم خالی باشه. تصور میکنین کدام 20000 افغانی هم دور شد. خب یک افغانی ماند. حالا فکر میکنین یک افغانی هست یا خالی؟ خب یک افغانی ماند دیگه. یک افغانی ماند دیگه. یا یک افغانی از شما میشه یا خالی؟ میلی خالی داشت. شما تشویق کردین خودتون، فکر کردین 20000 از شماست. البته یکم خیلی خوب یک افغانی هم خوب دیگه هم در پالیشان میگذارین و یادگار این رو مطمئن هستم یادگار نگاه میکنین. آقای کریمی یادگار یا نگاه میکنین چطور؟ اگر میلی خالی باش چطور کنه؟ اگر میلی خالی باشم فقط نمی ویدو رو خیر، من یک افغانی براتون میتونم یادگار نگاه کنی. مطمئن یک افغانی به هر دوی ما یک افغانی است، دو افغانی نیست. خب 3 2 1 میبینیم یک افغانی. خیلی عالی پیش رفتین، واقعا استعدادتان قابل تشویش است، قابل قدر هست. خیلی خوشحال شدم از اینکه شما رو در برنامه هفت گنج امشب داشتم. امیدوار هستم که برنامه براتون خسته کن نبوده باشه. برای من خیلی خوش گذشت و انشالله که همیشه موفق باشین همیشه. حالا اگر از این طریق نتونستین نیت فون رو حمایت بکنین، من مطمئن هستم که تلاش میکنین هیچ وقتی استاپ نمیکنین یا استاد نمیشین بخاطر بدون شک کردن. بدون شک. خب به چانس خوب نداشتین. دقیقاً. اما استعداد خوب داشتین. بلند تشویقشان بکنین. تشکر از شما میتونین که بفرمایید. تشکر از شما. تشکر از شما هم و تشکر از تمامی شما بیننده‌های عزیز. امیدوار هستم که شب خوب و خوشی داشته باشین. فراموش نکنین همیشه احساس انسانیت در وجودتان رشد بکنین. همیشه تلاش بکنین تا کمک برسانین به هموطنانتان، به اطفال نازنین افغانستان که این برنامه یکی از برنامه‌های
بسیار جالب بود و برنامه ویژه‌ای بود که با دو تن از فعالین مدنی همراه ما بودن و این برنامه را پیش بردن. روزهای خوب و خوش و شبهای خوب و خوش را براتان خواهان هستم. آرزو دارم همیشه صحتمند و سرحال باشین، همیشه بتونین که انرژی مثبت را برای خودتان رونما بسازین در وجودتان، که همین انرژی مثبت شما را خیلی کمک میکند تا رسیدن به مرزهای مختلف زندگیتان. 0782-20-25-00 پر ارتباطی است، منتظر تمامی شما ایزان هستم و تا دیدار بعد و برنامه بعد، خدا نگهدارتان.